با تقدیم سلام مجدد. بینده گرامی، دروز قبل شما گزارش را شنیدین که از اسلامی اعلان کرد که ما با جناهای از گروه طالبان در تماس هستیم و از اونا دعوت کردیم که با پروسه صلح بپیونده. بعدن گروه طالبان این مسئله را رد کردن و گفتن که ما در تماس نیستیم. اگر بیننده گرامی ما به خاطر داشته باشن، ما در پروگرام های گذشته روی تشکیل گروه طالبا و سطح رهبریش به مراتب صحبت کردیم. هموطنان ما که قضایه را دور از تعصب و مسائل سیاسی بررسی میکنن، یقینا با حرف های کوتاهی که امروز میزنیم با ما هم نوا خواهد باشن که ما جهلکاری نمی کنیم در تاریخ کشور خود. آنچه را که احساس می کنیم واقعیت هاست خدمت بیننده خود تقدیم می کنیم، تا در ریشه‌یابی واقعیت ها ما بالاخره مشکل هستی را پیدا کنیم و اگر قادر شویم و توان پیدا کنیم که مشکل هست بین بریم. ما خدمت بیننده گرامی خود به مرتبه عرض کردیم که یکی از بنیانگذارای گروه طالب در سال 1994 شخص به نام شهنواز تنی بود و بار اول هم که نیروهای طالب به قندهار وارد شد تحت رهبری شهنواز تنی بود که به نام ملا رشید نام خود مانده بود. و خوب یادتان از بیننده گرامی وقتی که گروه دهشت افغان سیاه دل وارد کشور شدن، اولین کاری که کردن هی بود که فیلم برداری و عکاسی را مطلق ممنوع ساختن. دلیلش بسیار ساده بود، برای اینکه چهره هایی که دیروز در قتل مردم ما دست داشتند به نام کمونیست و سرخلقیان، اینا فقط دریشی حواس کردن و ریش گذاشتن و دستار به سر گذاشتن و به نام طالب داخل کشور ما شدن و دست به جنایت زدن. و خوب بیاد داریم که در 1990 تنهی کودتای بر علیه نجیب کرد که شاید این کودتا هم از قبل تر حریزی شده بوده باشن و همگی در جریان بوده باشن و وارد پاکستان شد و توسط گلبدین استقبال گرم شد. یعنی پیوندها وجود داره و بالاخره ما دیدیم که آقای گلبدین حکمتیار با کشافشه که آقای اتمر برش درست کردن از ولایت لغمان سر بالا کرد و جلال آباد آمد و بالاخره وارد کابل شد و بسیار بی‌رحمانه این چهره‌ای که همگی ازش نفرت دارن توسط تیم حرب و ستون پنجم بر گرده ملت ما نصب شد. سخنرانی های گلبدین هیچ وقت پیام‌آور صلح و صفا و محبت و پیوند و همدیگر پذیری نیست. دیروز هم ما در رابطه از صحبت داشتیم. همگی می دانیم که گلبدین روی چی مقاصد به کشور آورده شده و جنجال های زیر ما در دراز مدت نیست، بلکه در کوتاه مدت خواهیم دید. به هر حال دیروز دیدیم که دو یار قدیم، دو همسنگر قدیم چه جانانه به هم دیگر ملاقات کردند و یک دیگه خود به آغوش گرفتند، مثل که دو برادری که سالها از هم دیگه خود جدا باشه، دو برادری که سالها در فراق هم دیگر تیر کرده باشند، یک مرتبه که دیگه خود ببینن و به بسیار شوق بغل کشی کنند و اشک شادی از چشمانشان جاری شود. بله، دیروز ملاقات آقای گلبدین با تیم تنهی واقعا برای بسیاری از هموطنان ما جالب بود. والی واقعیت ثابت شد. چند پیش حکمتیار از ارتباطات خود با قصاب کابل نجیب یاد کرد و امروز هم دید و بازدید خود با تنهی رو کرد. این گفتای آقای گلبدین میتونیم به این شکل تایید کنیم که وقتی که میگن که ما با بخش از گروه طالبات دیدار داریم، بله، رهبر طالب دیروز با اینا
دیدار کرد و به زودی شاید ما شاهد تحولات باشیم. به چهره ها نباید اعتماد کرد، چهره هایی که گاهی در لباس اسلام ظهور میکنن، گاهی در لباس ضد اسلام، گاهی در لباس رهبر قومی و بعدا هم برعکس. اما بدبختانه که مردم خوشباور ما در داخل افغانستان و تعدادی از چیز فهمان ما در خارج از کشور تلاش دارن که از گلبدین یک چهره استثنایی بسازن، در حالی که این راهی که ایشان میروند با ترکستان است. گلبدین روی اهداف خاص ساخته شده و روی پلانهای خاص روی صحنه آورده میشه و از صحنه برداشته میشه. چنانکه دیشروز یک از هموطن ما از امریکا زنگ زدن، گفتن در وقتی که آقا محصل بود در بشنزه، گفتن استاد بودن و از صنف 11 کاف نظر به جرایم امو وقت اینا از وظیفه برکنار شدن و ترد شدن. ترد به معنی عزیز که دیگه در هیچ ارگان دولتی اینا حق ایفای وظیفه ندارن و یا حق تحصیل ندارن. برحال سر به فیسبوک زدیم از صفحه آقای عارف منصوری چند کلمه در رابطه با شخصیت گلبدین گرفتیم. در دوران دشوار حضور قوای شوروی و جهاد برحق مردم مسلمان و آزاده ما، هزاران تن از اعضای مخلص و متحد حزب اسلامی بدون شناخت از شخصیت حکمتیار در زندان ها و جبهات توسط شهنواز تنی که وزیر دفاع دولت کمونیستی بود شهید و خانواده هایشان رنجی از دست دادن آنها را سال هاست که تعمل می کنند. امیر گونه ازاران هفتسر هردو و اعضای حزب دموکراتیک خلق توسط سلاح بدستان حزب اسلامی کشته و خانواده هایشان به سرپناه شدند. اما می بینیم که این دو نه تنها با هم نجنگیدند و هیچ آسیبی هم به خانوادهایشان وارد نشد، بلکه با دیده درایی و سیمای فاقد وجدان و شرف چگونه صمیمانه با هم نشست و برخاست دارند. مرین را بزرگترین اعانت و دهنکجی به خون شهدا و رنج خانواده هایی می دانم که ندانسته قربانی هوس های سیاسی و شیطانی این جانیان اجیر و خودفروخته شدند. این تاغوت امامه پوش که مصداق کامل مخالفت با این کلام الهی است، در طول حیات سیاسیش به امان پیمانه که مشفق و مهربان به کمونستان بود، به امان میزان خصومت و عناد با مجاهدین راستین داشته که عداوت آشکارش با خورشید منظومه جهاد و نجم فروزان انقلاب اسلامی یعنی مسعود بزرگ به همگان آشکار و هویدا است. گفتنی است اینکه قبل از این نیز با حفیظ الله امین چنین زد و بند مخفیانه ای داشت و از روابطش با دکتر نجیب که خودش در این اواخر پرده برداشت. شخصیت های منافق، مزور، فاقد ادب و معاملگر در طول تاریخ آفت نهضت های اسلامی و آزادی بخش بودند و گلبدین یکی از اون جمله است. البته بیندای گرامی، بار دیگه من تکرار میکنم، بی حرفایی را که ما میزنیم صرف بخاطر است که هموطنان ما، کسایی که واقعا امروز از گلبدین حمایت میکنن، دفاع میکنن، حداقل یک سیر کوتاه در تاریخ زندگی میانم کنن کی بود، چی بود، چی کرد در دوره جهاد، چی کرد در دوره بعدی، چی کرد در دوره طالب، چی کرد و فعلا چی میکنن. گلبدین مارست نیا زخمی در هاستین و هران که وضع بهتر پیدا کنه نیش خدا میزنه. حرف های گلبدین زنگ خطر است برای دیگران و امروز هم یکی از سخنگویانش گفته که در انتخابات آینده افغانستان گلبدین خودش کاندید نیست، ولی هر کسی که کاندید باشه و برنده انتخابات باشه باید از دساتیر گلبدین حکمتیار پیروی کنه و
اتحاد کنند. از حالها اینا خوابهای بسیار دور و درازی را میبینند برای مردم ما، ولی امیدوار هستیم که مردم ما، مخصوصا کسایی که علاقمند گلبدین هستند و به اصطلاح بسیار ساده گلبدین پرستان هستند، کمی عمیق‌تر و این شخصیت بنگرن. ما منظور ما از حزب اسلامی نیست بیندای گرامی. در حزب اسلامی هزاران هموطن با وجدان ما حضور داشت و همین لحظه هم هستند. بسیار مردم های باشرف بودند که در رده های بالا بودند، وقت چهره گلبدین بهتر شناختن از او دوری گرفتن، خود دور کردن تا مبادا آسیب شخصیت از او به اونا سرایت کنن. امروز هم ما نمیگیم که حزب اسلامی، ما میگیم که رهبر حزب اسلامی است که عامل بدبختی است در افغانستان و عامل بدبختی های بیشتر در کشور ما میشه. با امیدی که سیاه روی شود، هر کی در او غش باشد. به ادامه برنامه توجه کنید.